خبری آغاز کنیم که ایران و پایتختش را دیشب لرزاند. زمین لرزه، چند زمین لرزه که شدت بزرگی آنها از 2.9 تا 5.1 درجه گزارش شده، تهران و حومی شرقی آن را لرزانده. در پایتخت بسیاری از مردم این زمین لرزه را کوتاه اما شدید توصیف کردند. برخی شاهدان هم از مهیب بودن صدای این زمین لرزه صحبت کردند. سخنگوی اورژانس هم گفته که یک مرد در منطقه دماوند در حین فرار دچار حادثه شد و درگذشت. به گفته مقام‌های اورژانس همچنین 13 نفر در دماوند و تهران و کرج مصدوم شدند. خبرگزاری‌های داخل ایران می‌گویند این زمین لرزه در بخش‌هایی از مازندران، زنجان، قزوین و قم هم احساس شده. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران گفته نیروهای امدادی در حال آماده باشند و این حالت ممکن است تا 3 روز دیگر ادامه داشته باشد. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد. نیمه شب گذشته تهران، مجری تلویزیون در حال اجرای زنده در اینستاگرام که زمین به لرزه درآمد. ازا زلزله تل ارز و زلزاله ها. فکر میکنم زلزله اومد. تهران لرزید. زمین لرزه‌ای با قدرت 5.1 که به گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشور در ساعت 48 دقیقه بامداد آرامش را از اهالی پایتخت، شهرها و مناطق اطراف ربود و راهی خیابان کرد. کانون زمین لرزه در نزدیکی دماوند، رودهن و بومهن و در حدود 60 کیلومتری تهران اعلام شده. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مردمی را نشان می‌دهد که به خیابان‌ها آمده‌اند تا شب را به امید امنیت بیشتر در خودرو یا پارک‌ها بگذرانند. از خسارت‌های احتمالی هنوز گزارشی منتشر نشده، ولی گزارش‌های اولیه سازمان‌های امدادی بیانگر مصدومیت تعدادی از شهروندان در حین فرار است. تا کنون چند پس لرزه هم گزارش شده که بزرگی آنها بین 2.6 تا 3.9 گزارش شده است. مسئولان امدادی در تهران اعلام وضعیت نارنجی کرده اند و از مردم خواسته اند نکات ایمنی را رعایت کنند. همزمان مرکز لرزه‌نگاری کشور از وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 4 در فیروزآباد لرستان خبر داده. خشایار جنیدی گزارش میداد. اجازه بدید که از همه شما دعوت بکنم تا اگر که مشاهداتی دارید برای ما ارسالشون بکنید به بی بی سی شما تلگرام. ما از شب گذشته مخاطبان بسیاری برای ما روایت خودشون رو از این زمین لرزه فرستادن، با هم میشنویم. ما تو امیرآباد تهران هستیم. زلزله‌ای که حس کردیم با زلزله‌ای که 2 پیش توی تهران اومد خیلی متفاوت بود. تایمش خیلی کوتاه بود و لرزه‌ای که حس کردیم افقی بود، رفت و برگشتی هم نبود، شاید فقط مثل یه هول دادن. با این حال همه اومدن بیرون، منتها الان دیگه پراکنده شدن و رفتن خونه هاش. سلام، ما خواب بودیم که زلزله اومد. واقعا وحشتناک بود، هم صدای بدی داشت هم زمین لرزه بود. با اینکه خیلی توصیه میشه که موقع زلزله چیکار بکنید، خصوصا وقتی آدم خوابه و انقدر زمان کمه، امکان استفاده از تمام اینا نیست. ولی بعدش سعی کردیم که خانواده رو آروم بکنیم و بریم بیرون، یه جای امن پناه بگیریم. فعلا واقعا امیدوارم که مردم ایران سلامت باشن، چون الان هم خطر کرونا داریم هم خطر زلزله. امیدوارم که بلاها از این کشور دور بشه. بله، حادثه پشت حادثه نظر و روایات چند مخاطب بخش فارسی بی بی سی رو شنیدید. تعدادی پیام هم دریافت کردیم در انتقاد از عملکرد صدا و سیما در ایران. پیام نوشته درست بعد از وقوع زمین لرزه به جای آموزش‌های ضروری و لازم، شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیون آموزش نماز آیات می‌دادن. اجازه بدید که با اردوان روزبه صحبت بکنیم، خبرنگار امور بحران. آقای روزبه، وقت شما در واشنگتن بخیر. تهران منطقه زلزله خیزی، شهری بر چند گسل. چه جزئیاتی میدونیم درباره زمین لرزه‌ای که چند ساعت پیش به وقوع پیوسته؟ خواهش میکنم. اخبار متناقضی البته منتشر شده بود. در وهله اول اعداد و ارقام متفاوت بود. آخرین عددی که من داشتم نگاه میکردم بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی در واقع مجموعه زلزله نگاری در آمریکا، 5.1 ریشتر اولین زلزله بوده. اما بالاترین شاخص پس لرزه تا حدود 3
9 هم بالا رفته و به تعداد ادامه داشته و به تبع ادامه هم خواهد داشت بر اساس اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده. ممکن این پس لحظه حتی تا 1 سال آینده هم ادامه پیدا بکنه. آقای روز به دقیقا میخواستم از همین موضوع ازتون سوال بکنم. بسیاری نگرانن که این بخش از یک رشته زمین لرزه باشه. تا چند اندازه این نگرانی به جاست، خصوصا که میدیدم که یکی از مقامات هم گفته که تهران رو در 3 روز آینده در شرایط بحرانی میبینن و آماده مدیریت این بحران؟ ببینید اینو همیشه در نظر داشته باشید، زلزله چیزی نیستش که یک بار بیاد. اصولا زلزله بر اساس خاصیت و خصلت طبیعیش با یک لرزه بسیار بالاتر، یعنی بالاترین سطح در مقیاس ریشتر میاد و به دفعات تکرار میشه تا اون حجم و اون پتانسیل موجود در زمین کاهش پیدا کنه که اون وضعیت دوباره تکرار نشه. طبیعی هستش که ما باید منتظر زلزله باشیم و به تبع این رو هم ما میدونیم که یک وضعیتی مثل زلزله چیزی است که بارها و بارها تکرار میشه. مهم اینه که ما چجوری اینو بتونیم مدیریتش بکنیم. من همیشه نگرانم در مورد مدیریت کردن اتفاقات این چنینی. فراموش نکنید ما تجربه هایی رو در ایران و مخصوصا در تهران داریم که تجربه جالبی نیست، مثل اتفاقی در مورد پلاسکو افتاده، اتفاقاتی از این دست، و باید فراموش نکنیم که تهران برای یک گسل بزرگ قرار داره که تقریبا بخش عمده از تهران رو فرا میگیره و چند گسل فرعی که آیا مدیران بحران بر اساس لول های بحران، بر اساس مدل های مدیریت کردن بحران، آیا آمادگی کافی دارن، اونم در شرایطی که فعلا ایران با بحران مهمی مثل کرونا دست به گریبانه. سال آخرم از شما آقای روزبه، مدیریت بحران توسط مقامات یک وجه این اتفاق هست و عواقبش، توصیه شما به مردم چیه؟ ببینیم ما در مورد اتفاقات اینچنین معمولا 4 مقطع داریم برای عملیات مدیریت در بحران که شامل کاهش، آمادگی، پاسخ و بهبود هستش. بر اساس بخش‌های اولی یعنی کاهش و آمادگی، اصولا مردم باید بدونن که بخش‌های اگرچه مربوط به دولت میشه ولی بخش‌های مربوط به خود اونها میشه که چگونه در بحران باید عمل کنن. آیا در مواجهه با بحرانی مثل زلزله ما باید بدویم توی خیابون؟ آیا ما باید بیایم، چون میدونید که خب کشته شده چند زخمی، مصدومین و کشته شده این حادثه در واقع زلزله نمردن بلکه در اثر فشار اون حمله و اون دویدن و خروج از محل حادثه بوده که ضربه خوردن. پس اینو ما باید در نظر بگیریم. ما باید بدونیم در مواجهه با زلزله چه رفتاری رو باید نشون بدیم. به نظر من با توجه به مکانیزم اطلاع رسانی موجود هر خانواده میتونه حداقل اینو برای خودش یک بار تکرار بکنه و آماده باشه. فراموش نکنیم زلزله برای اینکه ما بتونیم خودمون رو در منطقه امن نگه داریم فقط 5 ثانیه به ما مهلت میده و 5 ثانیه تایم خوبی نیستش برای اینکه ما بخوایم فکر کنیم حالا از طبقه 8 یک ساختمانی میخوایم بیایم بیرون یا میخوایم کار رو انجام بدیم. ما باید بیاموزیم در برابر بحرانی مثل زلزله در کوتاه‌ترین زمان ممکن چه رفتاری بکنیم در که در منطقه امن باقی بمونیم. بقیه برمیگرده به نحوه مدیریت زلزله در بعد از اون بهبود، پاسخ و مسائلی از این دست. سپاسگزارم اردوان روزبه خبرنگار امور بحران که از واشنگتن